توجه ویژه به پشتیبانی، خدمات بانکی، بودجه و اعتبارات و برنامه‌ریزی در حوزه نوجوان و جوان و تسهیل امر ازدواج، اشتغال و مسکن نسل جوان از نکاتی بود که رئیس جمهور در چهارمین جلسه شورای عالی جوانان و نخستین جلسه شورای عالی نوجوانان و جوانان در دولت 13 به آن پرداخت. رئیس جمهور گفت بدون تردید برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای تسهیل امر ازدواج جوانان علاوه بر ایجاد امید در نسل جوان آثار بسیار مثبت اجتماعی در زمینه افزایش جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت. رئیس جمهور همچنین بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف 190 هزار زوج در انتظار وام ازدواج از جمله رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر نقش مهم و مؤثر وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و همچنین رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای حفاظت از فکر و اندیشه نوجوانان و جوانان در مقابل حملات متمرکز و مستمر دشمنان، باز کردن گره‌های ذهنی جوانان و نوجوانان را از جمله مهمترین وظایف این شورا و دستگاه‌های اجرایی کشور عنوان کرد و افزود گره ذهنی در نسل جوان و نوجوان اگر باز نشود تبدیل به مسئله و بعداً منجر به یأس و ناامیدی در این قشر خواهد شد و بحران‌های اجتماعی ایجاد خواهد کرد. لذا شورای عالی نوجوانان و جوانان و همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها موظفند با حساسیت نسبت به تنویر فکر و اندیشه نوجوانان و جوانان اقدام کنند. رئیس جمهور پرداختن به مسائل فرهنگی، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، اخلاق، فرهنگ کار و تلاش، خودباوری و انضباط اجتماعی در قشر نوجوان و جوان را از جمله محوری ترین وظایف دستگاه‌های مختلف اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی دانست و گفت این که برای موضوع نوجوانان و جوانان به صورت خاص شورای عالی تعریف شده نشان دهنده اهمیت جایگاه این قشر از جامعه در نگاه دولت مردان است. رئیس جمهور در پایان ضمن تقدیر از برگزار کنندگان طرح بزرگ و ملی روایت پیشرفت گفت این طرح از جمله اقدامات خوب در زمینه معرفی دستاوردها و پیشرفت‌های کشور به نسل نوجوان و جوان کشور بوده است. در این جلسه شورا گزارش برگزاری جشنواره ملی جوان ایرانی پرچمدار پیشرفت، اجرای اردوهای روایت پیشرفت و روند تدوین اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان ارائه شد. ما نقطه هدفمون رو نوجوانان قرار دادیم که یه مقداری کارها رو جلوتر انجام بدیم که زمانی که به سن جوان رسیدن کارهای اجرایی مخصوصا در بخش در از ازدواج و مهارت‌های زندگی برای جوانان موقع شرایطش آسان تر بشه. همچنین سه طرح ملی خرید اقساطی جهیزی ویژه زوجهای جوان، طرح الزامی شدن آموزش مهارت زندگی و طرح قانون وصال شیرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بودجه تخصیص پیدا میکنه در این حال که برای رونق کالای تولید ایرانی است، بسته های متنوعی از جهیزیه ایرانی پیشنهاد میشه برای زوجین جوان که البته دختر خانم ها در واقع میگیرن به صورت اقساط چند ساله و حدودا 20-30% زیر قیمت بازار. این 43 جلسه شورای عالی جوانان و نخستین جلسه شورای عالی جوانان و نوجوانان بود که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد و قرار هست به دستور رئیس جمهور از این پس موضوعات مربوط به نوجوانان هم در این شورای عالی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.